تقریبا غیر ممکنه. حالا میبینید که احتمالش هست که این اطلاعات غلط به افراد منتقل بشن و تکثیر بشن و به کار گرفته بشن. Before they electrocuted Mrs. Mabel Neville, she said these words for all to hear. Never let your taste of... فورمن براون قبلا گوینده شعر در هالیوود و هنوز هم زنده است و در سن 90 سالگی به سر میبرد. 5 سال قبل او مرده بود و اثری از وی در شبکه وجود نداشت. من هم سال 85 سال نهردم و باید بگم که تازه بازنشسته شده بودم و زندگی خوبی داشتم. ناگهان این چکا از راه رسیدم. اداره آب و برق در کنار امضای من علامت گذاشته بود که بنده مردم. این واقعا شگفت‌انگیز بود. من طبیعتاً به بانک رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده و از همینجا مشکلات من شروع شد. آقای براون بانک را ترک کرد. به او اطمینان داده شده بود که مشکل حل خواهد شد، اما مشکلات وی تازه شروع شده بود. بنا به دلایل شایعه مرگ او بسیار قوت گرفته بود و حتی به رایانه‌های سازمان امنیت ملی هم رسیده بود و در نتیجه مقرری ماهانه وی قطع شد. من اونجا رفتم و توضیح دادم که من اینجا من زندم و شما مقرری منو قطع کردید، چون که میگید من مردم. خانم اونجا رو که فکر میکنم زن بدجنسی بود، ایشون دلش نمیخواست من موضوع رو پیگیری کنه. اون میگفت من چند روز نامرتکب همچین اشتباهی شده باشیم. آقای براون خیلی سعی کردی مشکل را حل کند، اما شایعه مرگ وی خیلی سریع از رایانه‌ای به رایانه دیگر میرفت و او هر جا که میرفت شایعه مرگش زودتر از خودش به آنجا رسیده بود. من میخواستم یه فیلم اجاره کنم. کارت اعتباری خودم را ارائه دادم. دختر خانمی که اونجا بود به کارت من نگاه کرد و فوراً کارت را پاره کرد و در داخل سطل زباله انداخت. من خیلی خجالت کشیدم، چون مردم دیگه گرد دست جای حضور داشتند. اون دختر خانم گفت کارت شما هیچ اعتباری نداره. آخرین کاری که در مورد وی صورت گرفت این بود که حق بیمه او را قطع کرده. یک سال طول کشید تا تمامی سوابق آقای براون درست شد. خاطره این تجربه هنوز هم در ذهن آقای براون وجود دارد. به نظر میرسه هیچ کاری از دست دادن سخته نیست. همه چیز در اختیار شخص دیگه ایست و بستگی به میل سریعه اونا داره که بخواهم درستش کنم و نهایتا همه چیز درست میشه. حبس من که این نیست. نمونه مورد آقای براون زیاد دیده می شود. همه ساله هزاران گونه از این موارد به چشم می خورد که بر اثر اطلاعات غلط عده‌ای دچار دردسر می شود. اگر بخواهیم اطلاعات غلطی رو در شبکه پیدا کنیم و تصحیحش کنیم با مشکل بزرگی روبرو می شیم، چون اون مثل برق منتشر می شه. حتی زمانی هم که پیداش نکنیم نمیتونیم مهارش کنیم. اگر اشتباهی در پرونده اعتباری صورت میگیره این اطلاعات غلط فوراً به سه شرکت بیمه، یک دایره اطلاعات پزشکی، 5 شرکت اخذ کارت اعتباری و 6 کارفرما فرستاده میشه و دیگه هیچ وقت نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. تنها اطلاعات غلط نیستن که مشکل درست کردن. این دستگاه های الکترونیکی پیشرفته مواردی را درباره ما فاش میکنن که شاید مایل نباشیم کسی این موضوع ها را بداند. معمولاً ما درباره اطلاعاتی که می‌خواهیم به طرف مقابل خود بدهیم قدری فکر می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم. ما خصوصی‌ترین اطلاعات را سعی می‌کنیم با دوستان بسیار نزدیکمان در میان بگذاریم. درباره پاره‌ای از موارد فقط با خانواده و آشنایان صحبت می‌کنیم. درباره بعضی از موضوعان با همکاران ما صحبت می‌کنیم. حتی چیزهایی هستن که ترجیح میدهیم با غریبه ها در میان بگذاریم، اما در جهان دیجیتال حق انتخاب زیادی نداریم. افراد کاملا بیگانهی میتوانند تمام زندگی ما را تحت نظر بگیرند، در جایی که غذا میخوریم، در میهمانخانه‌ای که اقامت داریم و حتی وسایلی که میخریم. موضوع نیست که بیگانه هیچ نگران این نباش که مردم چه چیزهایی درباره تو ممکنه بشنوند. این موضوع بینش درونی، موضوع ارزش و تصمیم اینه که هر فردی باید اتخاذ کنه که کدوم یکی از عقاید و احساساتش باید واسه خودش باقی مونه و کدوم یک باید تغییر کنه و بررسی بشه. و این به خود شخص بستگی داره که کدوم یکی از اون اطلاعات رو بخواد در دسترس عموم قرار بده و اگر اینطور نباشه بعید به نظر میرسه که این اطلاعات به صورت درستی واسه افراد دیگه برسه. Thank you.
این دستگاه جمع‌آوری اطلاعات برای میلیون‌ها آمریکایی کار فراهم کرده است و این افراد کارشان دادن اطلاعات به رایانه است. جالب اینجاست که همین افراد ممکن است بیش از هر فرد دیگری تحت نظر باشند، زیرا از کار اینها سابقه‌ای به جا می‌ماند و شخص ثالث دیگری می‌تواند تمام چیزهایی را که اینها تایپ می‌کنند و زمانی را که مدتی کوتاه به خود استراحت می‌دهند دقیقاً زیر نظر بگیرد. احتمالاً هیچ کس به اندازه همین افرادی که با اطلاعات سر و کار دارند تحت نظر نیست. استقلال این افراد از همه کم داره، زیرا تمامی کارهای اونا ثبت میشه و این ماهیت اصلی این فناوری جدیده. این افراد واقعاً در زندان به سر میبرند، اونا در زندان اطلاعاتی حبس شدند. علتشان خود همین فناوری اطلاعات. من دیدم و از آن هم به این نتیجه رسیدم که روزی میرسه که بزرگترین مشکل محیط کاری قرن 21 استقلال شخصی خواهد بود.